که من خواهش میکنم استاد نجات گویانه رو بفرمایید، دستتون بگیرید تو و پیشگفتار رو بشنوید و بفهمید، خواهش میکنم. درود بسیار به همه همیهنان و هماندیشان ارجمند به پیشواز 26 دی ماه سال روز رفتن شاه فقید از کشور می رویم. تو این 44 سال از زوایای گوناگون رفتن شاه، دلایل رفتن، بستری که این رخداد تلخ در آن روی داد و پیامدهای رفتن شاه از کشور مورد بررسی قرار گرفته و از جایگاه های متفاوت، از دیدگاه ها و زوایای گوناگون بهش پرداخته شده. اون چیزی که امروز باز میکوشیم در جمعی که اینجا حضور داریم با خدمت سخنوران ارجمندی که حضور دارن باز بیش از پیش بهش برسیم، این بود که چه چیزی میتوانست انجام بشه که این تجربه تلخ 40 و چند ساله برای ما پیش نیاد. ببینیم که آیا می شود عبرتی گرفت، آیا می شود سرمشقی گرفت و حتی برای امروز روز به کار بست و فقط یادمون یه یاد تاریخی نیست، بلکه یک در حقیقت فراگیری دانش سیاست، دانش مردم شناسی و جامعه شناسی هم هست. آنچه که رخ داد با رفتن شاه فقید، من فکر کنم 26 دی ماه خیلی زودتر از 22 بهمن پایان رژیم پیشین بود، به دلیل اینکه تقریبا هر آدمی با یه آیکیو میانگین میتونست دریابه که رفتن شاه یعنی پایان کار حکومت و اون 26 روز بر جای مونده یک برزخی بود که بیش از پیش امروز نگاه به اون روزها درد آدم رو تازه تر میکنه. تنها نکته ای که میخواستم در پیش گفتار اشاره بهش بکنم، شاید دوستان در سخنانشون بهش بپردازن، این است که از دل یک انقلاب سیاه، نکبت، سراسر واپسماندگی و آرزو برای مرگ و تلخی و سیاهی هیچگاه قرار نیست فراورده خوبی بیرون بیاد. بنابراین کسایی که میگوین انقلاب دزدیده شد، انقلاب با آرمانهای انسانی بود و به جای دیگر برده شد، یا بسیار بیشعورند یا بسیار بیشرمند، شاید هم حق دوش. انقلابی با اون شکل و شمایل، با اون شعارها، تیپ شعارهای خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، آتش زدن اماکنی که نشان از زندگی شهری، زندگی طبقه متوسط داشته در کلان شهرهای کشور و پیش تاختن برای رسیدن به یک آرمان شهری که در 1400 سال پیش اگر آرمان شهرم بوده برای مردمی دیگر، برای قومی دیگر بود و به ما تحمیل شد، همه نشانگر این بود که سرانجام این انقلاب و فراوردهش چیزی بهتر از خود اون انقلاب نیست. بنابراین جمهوری اسلامی به حق فراورده انقلاب اسلامی است و کسایی که مدعیان آخوندها انقلاب ازشون دزدیدن، خیلی بقیه رو کم شعور و کم عقل فرض کردن. اینکه شاه فقید چه کارهایی میتونست بکنه در چه مقاطع زمانی که جلوی این سیر رو بگیره، به نظر من یه بحث فنی خیلی خوبی است که حالا جست و گریخته بهش پرداخته شده و بازم اگه بهش پرداخته بشه جا داره و همچنین عواملی که میتوانستن موثر باشن و ازشون بهره گرفته نشد و عواملی که حضور داشتن و با کارکرد اشتباهشون بیش از پیش در حقیقت آب با آسیاب انقلابیون ریختن. این همه از زوایایی است که میشود این جریان در حقیقت پیوند خورده با 26 دی ماه و رفتن شاه فقید رو باش بررسی کرد. چون تو جمع خودمانی هستیم، حتی این رو هم در پایان بیافزایم که خود کارکرد پادشاه فقید، شاهنشاه یا مهر رو در سال 57 به شدت می شود زیر ذره‌بین گذاشت، بررسی کرد، نقدش کرد. همه ما فکر کنم، همه که میگم کار ما که کودک بودیم یا برخی از دوستان اینجا اصلا نبودن، برخی هم کوشش رو کردن که کار مثبت انجام بدن و دادن، ولی به هر حال هر کسی در این وسط میتوانست به گونه دیگر عمل بکنه که کار به 26 دی ماه نرسه، از جمله به نظر من خود شخص پادشاه فقید ما. خیلی سپاسگزارم از اینکه دوستان محبت کردن در روز آدینه برای پیشواز 26 دی اینجا گرد آمدن.
سپاسگزارم از توجهتون و به سخنان دوستان گوش میدم. سپاس از شما.